چی؟ پرده ما نمیره یه ذرش کاری کردی تو تا بفت نه اون بی بلک شو یه ذره چیز کن دیگه وردار اون دایره رو میشه برش تو پراره میتونی واقع کنی یا دور بزنی سایی آدم پایین رو ببین تو کرد یا بابات نه ما مشکل نداشت ولی میگم به تو این این جایی که میگی آفتاب میفته خوراک خوابیدن زهره ببین اون مدتی که ما از خونه کار میکردیم بعد نهار اینجا یه ای مدر میافتادم خیلی حال ببین مثلا بیس دقیقه اینجا معادله هشت ساعتی که من شب دارم دعوا میکنم تو خواب مشکلاتی که دارم شما هنوز خونه ای نه؟ ما کنید شیش دیگه راحت خونه ای هسته انداختیم زیر؟ نه ببین وقتی که یه پدر ایران وقتی که چیزی دم شده یه گوشه میذاری کسی نمینه تا بعد اینو برمی‌داره می‌بینی بر. حسی تو انداختی رو میز من انداختم با ادراک گذاشتم چی تو پایینی آقا, آقا، اینجا داریم کجا بر. ترجیح می‌دی بذارم سطل آشغال اینا اینجا نشستم یه ضبط دکمه ها رو زدی به نظر بهتر تصمیم ایمان می‌خوای اشاره کنی به اون کاش دستت ما نزنید دست تو الان فال آره میخوای اشاره کنی تو بکنی تو این من تو زندگی ما یه بازی جدید حالا خیلی هم جدیدی سری الان خیلی اومده رو بورس به نام فال یه بازی خیلی ابتداییه که باید یه سری تسک خیلی ابتدایی ولی خب چالنجینگ رو انجام بدید و گرافیک خاصی هم نداره اصلا و منو فرزاد داریم بازی میکنیم اگر شمایی که میشنوید فرهاد داریم بازی میکنیم اگر که فالگایز دارید بیاین با هم بازی خیلی حال میده ببین کامپتیشن تقریبا ولی اون موجودی که داری قودرک. آره در مرد کودک اون موجودی که داری باش بازی میکنی خیلی آدم موسیقی و خنده داره. آره موسیقی و خنده دارد نتونیه برای همین خیلی جالبه تو داری دیگه تو بریز بازی کنیم البته فراد هم گفتم نمیت خراب میکنه بازی رو نمیذاره لذت ببریم هم گروه همین یا برخلاف هم, گروه همین برعکس سر هم مواقع ولی دیگه آخرش دیگه برخلاف هم میتونیم باشی آره خلاصه ما داریم الان فالگایز بازی میکنیم فالگایز چه خبر دیگه سلامتی هیچ اتفاق دیگه نفتره صحبتی ندارید بکنید اصلا نه ولی از نیم ساعت پیش الان نگه دارید صحبتاتونه که بین دو تا اپیزود اینا رو پخش, نارو پخش بکنیم یعنی اون بند خدایی که میاد اون عزیزی که میاد اونجا تو یوتیوب تماشا میکنه وقت میذاره هزینه میذاره باید به چیزی بیشتری برسه سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فراد فرزادم با من. سلام اگر سلام. که آه ببخشید سلام دوباره بخونید من سلام نه. سلام اگر که میبینید یه پاز خیلی ملخورد به خاطر اینکه ما سیم کارون قطعی دادیه هو مجبور شدیم بریم دوباره از اول اپیزود شروع بکنیم امیدوارم که این یکی دیگه قطعی نده الان بل. مشکل نداری؟ نه نا. به کنیم. میاد که خیلی عمالی امروز اپیزود 238 ماست طبقه صحبتی کردیم صحبتی هم دیگه نداریم و برو اصلا ببینم چی میخوای بگی بچه هم گوش نه آره این قسمت در ادامه قسمت قبلی که من راجع به خداگاه و ناخداگاه صحبت کردم و دیگه میخوایم به صورت رسمی بپردازیم به اینکه چرا میگن همه چی برمیگرده به بچگی آدم میخوایم از آقای فروید استفاده کنیم یه ذره این موضوع رو بهش بپردازیم من فیزیوتراپی که میرفتم و عوض کردم درسته چرا؟ یه متود جدیدی رو ایشون به کار میبرن من گفتم حالا ما همه چی رو تست کردیم به خاطر مشکل پایی که هم. تو فوتبال به وجود اومد و اینا گفتم برم اینم تست کنم ببینم چی میشه بعد خانم هستن یا آقا خانم هستن خیلی خوب بعد اه... <مش> خانم هم نیره <مش> اره اره. توی صحبت هم همون اول که رفتیم داشت مثلا کارشو معرفی میکرد و چه فرقی با بقیه فیزیوتراپیا داره و اینا اه. چرا میخوایی؟ جاله که فیزیوتراپی دیگه کار دیگه نه آخه خیلی فرق داره <applause> این اصلا یه متد جدیدی اسم متودشو میدونی؟ پی دی تی آر خوب آره. بعد حرف جالبی زد گفتش که بیشتر مسلمیت هایی که ما داریم مشکل نرم افزاریه نه مشکل سخت افزاری مشکل نرم افزاری که میگه یعنی چی؟ میگه که مغز شما بدن شما رو توی شرایطی به وجود میاره مثلا ب.. ب... شما شما رو توی بدن رو... توی شرایطی میذاره که باعث میشه اون مسلومیت پیش بیاد مثلا تو شرایط ما حدصد به یه دلیلی مثلا ازوله اونجای من انتا فضیری <تص>... <تص>... ازله پای من <تص... <تص...> 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 عضله <applause> پای تو از اوله پای پای من که داشت پاره میشد انعطاف پذیری کامل رو نداشت یعنی مغز مثلا دستور داده بود که این خودش رو منقبض کنه چرا این گفتش که معمولا این اتفاقات برمیگرده به یه بچگی آدم. به بچگی <applause> یه اتفاقی که خیلی سالهای دور افتاده بعد از من خواست که مثلا بشینم سفت فکر کنم <applause> که چه اتفاقی قدیم افتاده برای من و مثلا این باعث شده که اینجوری بشه و اون اتفاقا دقیقا تو نقطه آسیب دیدگی نیست یه جای دیگه از بدن ممکنه باشه خانم سرکارتون گذاشتن خب که <laughs> بعد مثلا من فکر کردم یادم افتاد یه مسئولیت وحشتناک مثلا 60 پام داشت و این این رو تونست وریفای بکنه که مثلا این روی 60 پا کار میکرد این عضله پاره مثلا واکنش نشون میداد این کار واقعا کرد و شد آره خانم جادوگرن خانم فیزیوتراپ نیستن حالا اینو اینجا داشته <laughs> <laughs> <sune> <sune> باشید فروید چی میگه فروید اینو میگه میگه علائم فیزیکی یه وقتایی فرید فروید اصلا توضیح بدی کیه یا یه چیز خیلی کوچولو یا بعدم میگی ببخشید آره میگم جلو آها خب آه, جلوتان آه, جلوتان آه چون اصلا میگی فروید مثلا امو فروید نیست نه خب فروید آه خوب. شنیده شده اسمشون میگه که علائم فیزیکی یه وقتهایی نشونه سطحی از تضادهای عمیقیه که ما سرکوبش کردیم خب جمله حالا اینا از کجا بهش رسیدن ایشون و استادشون داشتن یه مریض رو درمان میکردن یه خانومی بودن که واکنش های هیستری که عجیب غریب داشتن مثلا فلج میشدن یهو هو تشنج میکردن توهم براشون ایجاد میشد اصلا نمیتونستن صحبت کنن بدون هیچ دلیل فیزیکی یعنی یهو یه اتفاق فیزیکی میا. نداشتن یه هو مثلا بعدا وارد تشنج میشد خب بعد حالا کلی درمان اینا مشخص شد که این مثلا از نوشیدن حالا هر نوشیدنی ترس داشته به این دلیل که وقتی که بچه بوده یه سگی که این خیلی ازش بدش می اومده اومده از لیوان این آب خورده این یه چیزی رو توی ذهن این ایجاد کرده بود این مثلا تا بزرگسالی از نوشیدن واهمه داشته و نمیدونسته چرا یعنی بعدا یه واکنش فیزیکی میداده که به دلیل یه مشکل روانی بوده که سالهای گذشته براش اتفاق افتاده بوده و اصلا بهش آگاه نبوده یا یه سری علائم دیگهش وقتی از پدر مریضش مثلا مراقبت میکرده سر میزده و هیچ وقت نمیدونسته چرا مشکل فیزیکی نبوده ولی علائم فیزیکی داشته بعد میگه به محض اینکه فرصت پیدا کرد که تفکرات ناخداگاه خودش رو خداگاه بکنه یعنی بیاره توی اون هیته که بهش دسترسی داره میگه تمام مشکلات یاد شده تشنج و نمیدونم توهم و اینا از بین رفت خب توی قسمت 236 دو تا قسمت قبلی ما به این پرداختیم که نسبت آگاهی خداگاه ما به ناخداگاه ما به صفر میل میکنه گفتیم 50 بیت خداگاه ما داریم پردازش میکنه مغزمون 11 میلیون بیت ناخداگاه یعنی ما اصلا بهش آگاهی نداریم حالا زیگموند زیگ فروید نورولوژیست اعصاب شناس و روانشناس و محقق ایشون مبده در واقع یه شیوه درمان به اسم سایکو انالیسیس هستن که تاکید زیادی روی ذهن ناخودآگاه انسان داره و میگه که ذهن ناخودآگاهه که تاثیر خیلی زیادی روی زندگی ما میذاره که ما اصلا حتی تصورش هم نمیکنیم. کنیم درسته توی مثال این خانوم این خانوم اصلا یادش نمیومده هیچکدوم از این وقایع فقط میدید که بعدنش یه سری واکنش فیزیکی وحشتناک داره بعد رفتن فهمیدن که آره این به خاطر اتفاقی بوده که حالا توی بچگیش افتاده براش توی مثلا مثال من این خانومی که داره سعی میکنه من رو درمان کنه میگه که تو اون اتفاقی که بچه بودی مثلا برای پای راستت افتاده باعث شده که مغز تو بره تو حالت دفاعی واسه اینکه بدنت رو مراقبت کنه از آسیب‌های بیشتر دستور داده مثلا این ازوله خودش رو همیشه منقبض نگه داره برای همین هیچ وقت استراحت نمیکنه و حالا مثلا تو شوت زدی این یه بخشش پاره شده خب اینه داستان بعد آره گفتیم تاکید حالا این روش سایکو آنالیز فروید روی این قضیه است که ذهن ناخودآگاه خیلی تاثیر زیادی داره که ما حتی اصلا تصورش هم نمی کنیم و اینه که هدف اینه که ناخودآگاه رو به خودآگاه تبدیل کنیم یعنی اون مسائلی که برای ما اتفاق افتاده توی سالهای دور که حتی در لحظه حال ممکنه بهش آگاهی نداشته باشیم رو بتونیم بهش دسترسی پیدا کنی و میگه وقتی تو به این دسترسی پیدا کنی اون وقتی که تو میتونی درمان کنی و خیلی از این مشکلات رو حل کنی توی قسمت اول حالا این سیزن هم قسمتی که من صحبت کردم راجبه حتی که جنسی صحبت کردی من با اون کسی تاروز جنسی هم بهش میگن آره من با اون کسی که صحبت هم میکردم که خیلی هم ازش نقل کردم توی اون اپیزود اون هم شرایط مشابه داشت یعنی یک اتفاقی سالهای دور براش افتاده بود ولی در لحظه تا وقتی که حالا علائم خیلی زیاد شده بود یادش نمی اومد یعنی مغزش برای اینکه ازش محافظت کنه اون اتفاق رو از دسترس خداگاهش خارج کرده بود ولی تاثیرش رو مثلا توی خواب میدید توی حالا های دیگه میدید و توی دوره درمان وقتی که تونستن اون رو یادآور کنن درمان واقعی شروع شد و در واقع ناخداگاه به خداگاه که تبدیل شد روان درمانی شروع شد یعنی یه سری پس فوبیا ها هم از همین داستان میاد دیگه میتونه. من خودم هم دارم نگاه میکنم فوبیا مثلا ترس از ارتفاع یا مثلا بعضی از دوستان ترس از پرنده پرنده فرزاد ما حالا شاید نخواست بدونه این نه <applause> ولی تو خیلی ببشکی بودی احتمالا یکی از اعضای از فامی که ازت بزرگتره مثلا یه پرنده یا بله موقعی که رفته بودی خیار شور بگیری جنسی من نکنم برای چقدر جالب چون پس یعنی این اینا راه درمان داره یعنی من میتونم برم یه سری پروسه رو طی بکنم مطمئن نیستم <applause> همه رو باشم. بتونی درمان بکنی ولی خب ریشه یابی میشه کرد تا یه <تصفیح> آره ما که حالا دکتر نیستیم نمیدونیم ولی داستانی که ممکنه همش احتمالش هست و حالا آدمای متخصص ممکنن ممکنه که بتونن این کار رو انجام بدن ولی حرفی که میزنه اینه که خیلی از واکنش های فیزیکی ما دلایل روانی داره. توی ناخودآگاه ما داره لزوما هم بهش آگاه نیستیم, نیستیم. فروید میاد وضعیت ذهن رو به کوه یخی تشبیه میکنه توصیف میکنه توی انگلیسی حالا اصطلاح دارن تیپ of دی آیسبرگ که میگن در واقع برای زمانی به کار میره که کوه یخی یه ذره سرش بیرونه یه عالمش زیر آبه این اصطلاح وقتی به کار میبرن که شما از یه اتفاقی که افتاده فقط یه بخش رو میدونی درسته. یه عالمه اطلاعات اصلیش رو نداریم درسته مثلا توی شما کار داری میکنی چون یه پروژه خراب شده مثلا اون یه تیکه خراب ممکنه بدونین یه عالم مشکل دیگه ای که پس زمینه قضیه هست که باعث میشه اون خرابی به چشم شما بیاد رو ندونی بهش توی انگلیسی حالا میگن تیپ آف دی آیسبرگ توی فارسی هم یه اصطلاح داره چیه میگن سر گنده زیر لاف این چه چالنجی بذیدو بگو آخرش آخرش رو درست نگفتم یه دیگه یه بار دیگه میگه سر گنداش زیر لافه خود درست گفته بود دیگه نمی‌دونم که با... سوالیه فای لافه با... گفتم پرسشیه یا خبریه اطلاع میدی کی کجاش یعنی وایزا پس من دیگه نمیشه فکر میکنم جدی میشه این اپیزود چی داری میگی؟ بس اپیزود چه حرف زشت و ناپسندی تو میگی؟ یه تمرکز رو این داشت که خارجی هایی نمیگم بودم خوبه شد

از دسته داره خارج میشه این کنم استریکتت یوتیوب خب آره این کتاب آف ده آیس فروید در واقع برای توصیف وضعیت ذهن میگه میگه که به سه تا بخش تقسیم بندی میکنه ذهن رو نه از لحاظ فیزیکی و از لحاظ روانی میگه بخش شماره یک همون بخش هوشیار یا خداگاه ماست کانشس میگه اون بخش بسیار اندکیه که در واقع ما از فعالیت ذهنیمون آگاهی داریم این همون پنجاه تا بیته فکر 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 فکریه که مثلا الان توی ذهن منه یا چرا مثلا یه کتابی که میخونید اون مطالعه کتابه یا موسیقی میزنید نمی‌ذارید؟ بو من حرفی نمیزم. این, نمیزم. چرا روز این تو روزی روزی داره چرا امروز این به خدا خوبیش اینه که با رنگ لباسش یکی شده صورتش آره. خب بگو 5 تا بیت بچا گشتامونه آره اون بخش آگاهه بخش دوم بهش میگه که پری کانشس اینو ساب کانشس هم توی مواقعی بهش اشاره میشه ولی این بخوان آن نیست اینو بهش میگن پری میگه چیزایی که ما میتونیم بهشون آگاه بشیم اگه بخوایم و تلاش کنیم مثالش که مثلا وقتی یه سوالی که از شما میپرسن دیدی تو میدونی جوابشو ولی هنوز نمیتونی به زبون بیاری اون که نوک زبون همه نها یه چیزی رو میدونی میدونی ولی اون لحظه مثلا نمیتونی به زبون بیاری مثلا من الان از تو بپرسم دیروز غذا چی خوردی مثلا نها جواب چند ثانیه ولی در لحظه تو بهش دسترسی نداری این رو فروید بهش میگه پری اون آگاهی در واقع اون بخشی از کوه یخه که بیرون آبه این پری مثلا یه بخش کمیشه که زیر آبه و یه بخش خیلی عظیمیش رو بهش میگه که آن یا همون ناخودآگاه ما که چیزایی که ما بهشون آگاهی نداریم یعنی به صورت خداگاه بهشون آگاهی نداریم ولی توی ذهن ما هستن میگه مهمترین بخش دلیل اصلی بیشتر رفتارهای ماست رفتارهای بعد اون یا کلا رفتار رفتاره رفتارهایی که از ما آه. سر میزنه بخش اصلیش به خاطر اطلاعاتی که توی ناخودآگاه ما هست نه توی خداگاه ما و یه اشاره جالبی هم میکنه میگه بیشتر حالا جوک‌هایی هایی که ما ممکنه بسازیم خب آدم ها مثلا تنز هایی که دارن اه. میگه داریم به یه طریقی اضطراب ناشی از اون فکری که تو ناخداگاهمونه رو دور میکنیم از طریق آسان. اون جوک مثلا <applause> راجبه چون ازدواج مثلا یکی جوک میسازه راجبه نمیدونم کار جوک میسازه ممکنه داره به صورت ناخداگاه اون اضطراب و استرس ناشی از اون رو داره از خودش دور میکنه میگن دیگه میگن کسایی که خیلی مثلا جوک میگن و اینا به عنوان یه دیفنس مکنیزم داره ازش استفاده آره. آره حالت آره نسبت به حالا اون این که ده. وجود داره میزن. اون چقدر از کلمه انگلیسی گفتم ولی خب آره عدم امنیت روانی آره آره. که ما داریم ممکنه از طریق این تنزی که درست میکنی مثلا از خودمون داریم دور میکنیم. میگه این سایکو در واقع روش درمانی که فروید معرفی میکنه انقلابی کرد توی درمان خیلی هم موفق بود و اینا ولی یه نکته خیلی جالبی هم که هست که فروید از اولش مثلا اینجوری هم نبوده زمان دانشجوییش ایشون میاد کوکائین رو به عنوان دارو معرفی میکنه به از منطقی بوده که بعد گندش در میاد که بابا مثلا این مغز خراب میکنه اصلا اعتیاد هست و اینا ولی حالا این روش سر کردن و حالا کلا فلسفه و روانشناسی که داره الان خیلی مرسوم ممکنه باشه خیلی ازش یاد میکنن بهش استناد میکنن یه کتاب دارن که توش خواب رو مطالعه میکنه خواب به عنوان در واقع یه دریچه به ناخداگاه شما یه نشونه ای که از ناخداگاه شما صحبت میکنه که ایمان الان سرش تکون میده خیلی خواب میبینه این کتاب دوستش برو بخون The Interpretation of Dreams خب <applause> این کتاب که میده میگه در واقع میگم دیگه این توی این کتاب بررسی میکنه که چه جوری ناخودآگاه شما ممکنه توی خواب خودشون, خودشون, نشون خودشون نشون بده, بده. یه ده. سری نشونه به شما بده خب خیلی از کسایی که حالا یه ترامایی داشتن یه اتفاق بدی براشون افتاده توی بچگی ممکنه تا سالها خواب یه خوابی بب. ببینن و حتی هم چرا دارن اون خوابو میبینن <تصفح> ولی اون خوابه یه دلیلی داره مثلا من خودم شخصا یه خوابی که میبینم توی خواب خیلی حس بعدی پیدا میکنم خواب اینه که من نمیتونم تند بودم تو خواب آخه. ام. ام. مثلا مشکل مثلا میمیرن تو خواب اینا تو توند <تصفح> توند نه بعد تو خواب خیلی هم برای من عذاب آوره <تصفح> که نمیتونم این کارو بکنم بعد تو خواب یه وقتی آلو. یادم آلو. میاد خب چرا مثلا من بچه بودم بسکتبال بازی میکردم توی اون مثلا باشگاه من از همه سریعتر میدونم چرا تو خوابم الان نمیتونم بدوام <تصفح> یا خواب میبینی که من خواب این خوابو میبینم یه امتحانی دارم ولی براش آماده نیستم حالا مثلا لحظه امتحانه اوه او همه دلیل داره اینا همه توی ناخداگاه ما یه دلیلی داره و اونجوری داره ناخداگاه خودش رو توی خواب نشون میده و حالا فروید توی این کتاب راجعون حرف میزنه و خودش هم خیلی جالب میگه که خودش سرشال از اضطراب از و عدم خوشحالیه و اصلا میگه مریض دائمی خودم خودم هستم مثل شنونده پادکست که خودمونیم آره بس. و این فرضیه <applause> که در واقع اون آدم روانشناس باید خیلی سالم باشه که بتونه بقیه رو مثلا درمان کنه این رد میشه دیگه بس. اتفاقا خود فروید میگه من مریض دائمی خودم بودم این باعث میشه که بتونه راحت تر تحلیل کنه مسائل رو بعد یه سری نظریات جنجالی داره فروید راجع تاثیر دوران کودکی در بزرگساری و حالا اون در واقع محیطی که کودکان توش بزرگ میشن ما که بچه بودیم توش بزرگ شدیم بسیار تاثیر گذاره توی زندگی حالا ماه بزرگ سال که ما توی یکی از پادکست همون راجع به ملاحظاتی که حالا پدر و مادرها پدر و مادرهای بلقوه نه بلفل یعنی کسایی که تصمیم دارن بچه دارشن گفتیم حالا باید داشته باشن و اینا باز پیشنهاد میشه که کتاب هایشون رو بخونن که بچه حالا به چه چیزایی نیاز داره و توی چه محیطی باید باشه اصلا محیط چقدر تاثیر داره توی آینده اون بچه یعنی قبل اینکه کسی بخواد تصمیم بگیره آگاه باشه حداقل به این مسائل اون نظریات جنجالی ایناست میاد یه مفهومی رو تعریف میکنه به اسم سایکو سکشوال در واقع یه سری اه اه مراحل روانی جنسیه که توی بچه ها شکل میگیره که اینا و اینا چه تاثیراتی توی آیندهش میتونن داشته باشن ببخشید ما آره خندیدیم ها... اصلا داره همه چی میاد بالا دیگه آره دیگه سیستم صدا به هم ریخته بعد اینا رو مطرح میکنه برای اینکه تاکید کنه که شخصیت فرد غالب چقدر تحت تاثیر بچگیش بوده سه تا مرحله رو تعریف میکنه مرحلهش بیشتره ولی تو سه تا کاتگوری کلی میتونیم قرارش بدیم مرحله اول اورال مم. یا درسته. دهانی میگه که اگه توی بچگی مثلا به یه بچه شما به زور غذا بدید که تمام خانواده ایرانی آم بکن با... هوا, هوا, هوا به ما داره ایون. میاد دو, دو, ده تاره ده تاره دو, دو ما تمام وسایل نقلی و موتور داره سی آره بهش به زور غذا بدی یا بچه غذای کافی نداشته باشه بخوره یا زود از شیر بگیرنش ام. خب اینا چه تاثیراتی تو بزرگسالی میتونه داشته باشه بزرگسالی مشکلات دهانی ایجاد میکنه طرف ممکنه سیگاری بشه یا یه وابستگی زبانی داشته باشه به یکی یا خیلی عصبانی باشه و این عصبانیت رو کلامی بخواد منتقل کنه yeah. به تو yeah. هیچ دیگه no. هرچی سیگاری ببینیم زود از شیر گرفتنش <laughs> وابستگی زبانی یعنی مثلا بوسیدن و اینا یا مثلا حرف زدن نه حرفی آه، این آره آره مثلا باید هی حرف بزنه یا هی <سحس> بر لب <ممنونیک> بگیره این برمیگرده به اون مرحله اورال حالا بچه مرحله دوم بگی <تصحاب> اینال آفرین مرحله ایناله که بلد بود شما اینو قبل اومد تو قبلش تو خیلی تجربه <تصحاب> که <applause> این به کجا برمیگرده خارجی ها یه چیزی دارن یه دوره‌ای دارن برای بچه‌هاشون پاتی ترینینگ بهش میگن دوست. یه الان فرا توضیح میده برام چیه فقط بچه‌ها نیستن بس برای سگ و گربه اینا حالا یاد میدن که بچه رو از پوشک بگیرن و به بچه بفهمونن که وقتی میخواد که شماره یک و دوش انجام بده به مانبا بگی و ببرن مثلا سر اینو من تو پرانتزن کلا خارجه دیدی برای مثلا مراحل مختلف زندگیشون جشن دارن اسم دارن مثلا بچه رو از پوشک میگیرن پاتی ترینینگ دارن ما بهترین چیزی که تو ایران داریم خطن سرون آنجا بودی دیگه سرپایینیه مثلا اینجا دبیرستان تمام کردید براتون جشن گرفتن درسته نه آها یه تحصیلی ایران دبیرستان بعد تو ایران ما دبیرستان که تمام کردیم آماده شدیم برای پیش دانشگاهی پیش دانشگاهی هم کنکور داریم هیچ جشنی که نبود هیچ تازه به ما اجازه دادن که برید اصلا گواهی نامه بگیری یا مثلا اینجا این زیر گلوش مونده این گواهی نامه هر هفته داره میگه زیر <تصحيح> گلو <تصحيح> آخه <اخواف> <دارهم نشو؟ تصحيح> نمیذاشتن تو باید یه چیزی رو ببری اونو دبیرستان که تمام کردی تازه بهت می‌دادن مدرسه ما پیش دانشگاهی تمام کردیم دادن اینجا همه شوکلات هم اسم داره تو ایران ما میگیم شوکلات اینجا همه اینو بخوریم اونو بخوریم آره میشه <تصفح> چی <تصفح> <اون> خودت گفتی خب یا چرا مثلا گریجویشن اینجا خیلی مرحله مهمه ایران جشن تکلیف میگرفتن واسمون از بعد اینا پاتی ترنینگ دارن یعنی بچه توی اون سن بهش یاد میدن که آقا مثلا دستشویی داری به جایی که پوشک باشه تو باید بری دستشویی خب حالا میگه که تو اون مرحله اگه خیلی اون مرحله خشن باشه یعنی بچه‌ها مثلا مجبورش کنی نه دیگه از اینجا بعد مثلا پوشک نه باش بعد برخورد کنی یا خیلی شل باشه خودت هم خودت بشوری <تصحق> یا خیلی شل باشه خیلی جدیش نگیری درست اون مرحله انجام نشه میگه تاثیری تس... تس... که توی بزرگسالیش داره ممکنه بچه خیلی افراطی بشه اگه خیلی سفت و سخت باشید یا مثلا به یه چیزی خیلی آبسست باشه خیلی علاقه وحشتناک به یه حالا به چی میشن بگید مثلا آدما به خرید کردن به مثلاً ویدیو گیم بازی کردن به کار. آره بی افراتی همشو. خیلی افراتی به یه سری مسائل علاقه داشته باشی ممکنه جنسی اون آره اون داستان ریدن بچگی مثلا روی این تاثیر گذاشته باشه یا چرا خیلی تمیز باشی خیلی کثیف باشی خیلی خصیص باشی دست و دل باز باشی تمام این چیزایی که افراتیه افرات و تفریته اینا ممکنه برگرده به یه توال رفتن بچه <laughs> آره مرحله سوم چیه بچه دار نشی فلیک P H A L I C که معنیش دلده. در واقع آلت مرد میشه وابسته به آلت در واقع معنی میده <laughs> این این اینش خیلی جنجالیه بله خب <laughs> 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 <متابن> <laughs> میگه بچه های کوچیک هم احساس جنسی دارن خب چی دیگه این خیلی تحت مشاجره است خیلی لزوما همه قبولش نمیگه بچه کوچیکم شوالد. آره <تصفح> بچه کوچیکم نیازی جنسی دارن بچه کوچیکم بعد برآورده بشه آره بعد میگه که حالا برآورده شدنش نه ولی میگه اون, اون احساس نیاز رو میکنن بعد میگه واکنش های جنسی رو معطوف به یکی از پدر و مادر میکنن یکی رو مثلا دوست دارن از اون یکی خوششون نمیاد مثال میزنه مثلا ممکنه به جنس مخالف مثلا ما پسر بودیم به مادر ممکنه بیشتر جذب بشیم میخوای یه لیوان آب برات بیارم تو از لیوان خب اول فقط نه اوکی حالا بیا برای هر جاقای یه دونه <تصحنت> فقط فقط آلت جنسی مرد هست که این وسط سواله خود آلت جنسی ما این اسم مربوط میشه به آلت جنسی ولی برای دو طرف داره میگه مثلا میگن دخترها پدری میشن نمیدونم پسرها میگه که این دلیلش اینه مادر مرسی من از پشت سر <applause> قلبم هم درد گرفت <applause> بیا 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 اصلا اصلا اینو مصده ایجهش صد درصد بذارم آره متاسفانه اصلا در نمیاد بعد چیزی که میگه میگه آره پسرا مثلا خراب کردی <تصفت مادر> بعد اینجوری میگه میگه به خاطر که نمیتونن رابطه جنسی داشته باشن با پدر و مادر از اون یکی جنس مخالفه که میتونه رابطه جنسی رو را داشته باشه متنفر میشه و آها. یه سری حس مثلا به حسادت مثلا توشون ایجاد میشه خیلی عصبی ممکنه بشن تو اون سن چون نمیتونن کاری بکنن خب بعد از یه جنبه دیگه هم در نظر میگیره خیلی جالبه میگه اونا ما رو دوست دارن صاف بشین چون خیلی کجی همیشه در نظر بگی که تو تصویری یه, یه سوال کارون بچه که مثلا پنج شیست سالشه میدونه یا میفهمه می که پدر مادرش هم رابطه دارن که به ظاهرا سر آره می ظاهراً میفهمه دیگه آه. اون احساس نیازه رو میکنه ولی چون برآورده نمیشه از اون دوتا که مثلا سمیمیان از یکیشون میگه متنفر, متنفر میشه بعد میگه که اونا ما رو دوست دارن ولی ممکنه با یه سری رفتارهای گیج کننده مثلا قاطی کنن این دوست داشتن رو مثلا مثل مادری که بچهش رو تنبیه میکنه خب میگه این چه تاثیری میذاره میگه <تصفح> که ما هم مثلا دوستشون داریم ولی به رفتارای عاطفیشون وفادار میمونیم <تصفح> به این پترن این الگوی رفتاری وفادار میمونیم خب مثلا میگه اگه مادری توی دوست داشتنش سرد بوده باشه به بچهش مثلا اونجوری محبت نشون نده ممکنه بچه پس ورد و بزرگ شد توی رابطه عاطفی خودش هم سرد باشه چرا؟ چون توی ناخداگاهش دوست داشتن و رابطه عاطفی توی اون سردیه تعریف شده, شده آه. یه الگویه که توی ناخداگاه منه درسته خب اون مادری که بچهش رو تنبیه فیزیکی میکنه این توی ناخداگاهش ثبت میشه که علاقه و حالا دوست داشتن با یه تنبیه فیزیکی خشن ممکنه همراه, همراه, همراه باشه بعد تو بزرگسالی ممکنه حالا اینجا میگن ددی ایشو بهش میگن حالتیه که مثلا ممکنه برای دو طرف میتونه باشه به حالا به یه کاراکتر خشن مستبد جذب بشه طرف چرا چون تو بچگیش مثلا اون مدل الگو رو از دوست داشتن دیده یا به خشونت توی رابطه جنسی ممکنه رو بیاره چون توی بچگیش دیده که آقا دوست داشتن مادر مثلا برای من با تنبیه همراه بوده این باید یه همچین چیزی باشه و اینا توی ناخداگاه شکل میگیره اینا رفتاره شما شاید... ج... آب بخور می‌خوای احساس خیلی تحت فشاری نه نه, نه اوکی. اینا که اه... رفتاری پیچیده‌ایه که یادم آدم توی بزرگسالیش ممکنه ازش سر بزنه و دلیل قطعی هم براش نیست که حالا حتما این اتفاق براش افتاده ولی خب توی یه سری تحلیل‌ها که می‌کنن میگن اینا ممکنه دلیلش توی اون ناخداگاه کودکی اون رفتاری که حالا از پدر و مادر آدمایی که دور و بر ما بودن اون موقع ما دیدیم اینجوریه و حالا اگه الان می‌بینی ما توی روابط حالا شخصی و عاطفی موفق نمی‌شی ممکنه دلش اون موقع بوده باشه یه الگوی نامناسب تو ذهن ما ها. درست و اینا همش نشون میده که چقدر زمان کودکی مهمه و میتونه چقدر ظلم باشه حالا من اگه با یه مجموعه عظیمی از بار سوالات مثلا بی پاسخ و گره‌های فردی بخوام یه بچه یه وارد این دنیا بکنم من دارم آینده اون بیگناه رو هم تحت تاثیر قرار میدم قبلش مثلا مطلوبه فکر که آدم میکن. فکر تحقیق. آموزش آموزش که حالا این گره‌هایی که توی ذهن منه این مسئله بی <تص> که تو ذهن منه اینا قطعا منتقل میشه به اون بچه رفتار من منتقل میشه به اون بچه باید این کارو بکنیم نباید باید این کارو بکنیم چه جوری میتونیم اصلاحش کنیم ببینید اخه مشکلش اینه که در بعضی از موارد ما خودمونم آگاه نیستیم به این گره های رفتاری که وجود داره یعنی اطرافیانمونن که میفهمن که آقا این چقدر مثلا حرکتی زننده است ببینید منی که چه میدونم مثلا با این نفر بد رفتاری میکنم اگر که میدونستم بد که نمیکردم اون کارو یعنی ولی به خاطر اینکه نمیدونمه که دارم اون رفتار رو از خودم نشون میدم با همین وقتی ما آگاهی داشته باشیم به این مسائل <تصفح> که اینا ممکنه ریشه در کودکی ما داشته باشه میتونیم راحت بریم بگیریم آره. مثلا مثالش همین خانومه که به با من گفت این مسئولیت تو یه ربطی داره من اصلا یادم هم نبود یه هو یادم افتاد و من مثلا 6-7 سالم بود یه همچین اتفاقی افتاد و دیدیم که تاثیر هم داشت حالا اینم هم همینه اگه من ببینم تو تمام مثلا روابط عاطفی یه جا یه گره مشخصی هست مثلا چرا زود خسته میشم زود بی اعتماد میشم اه... چه میدونم هر چیز دیگه ای این ممکنه یه دلیل دیگه ای دلی داشته باشه که حالا با روش های مختلف درمانی میشه اون دلیل شناسایی بشه این از این برگردیم به کوه یخ و حالا نظریه ای که فروید راجع به ناخودآگاه ما داشت میداد که چقدر مهمه میگه باور داره که خیلی از احساسات و تمایلات ما سرکوب میشه و دور از دسترس آگاهی قرار میگیره چرا براست. چون خیلی تهدید کننده و خیلی خطرناک هستن مثالش همون گفتم دوستمون که راجب تجاوز و اینا بود مغز به صورت خداگاه اون رو از خداگاه خارج کرد برد توی ناخداگاه ولی همچنان مثلا توی خواب داشت خودش رو نشون میداد اینجا آها بعد یه سوال این دوستی که مثال زدی توی بچگی که اتفاق براش نفت یعنی توی بزرگسالی براش اتفاق افتاده بود و توی چندین سال قبل یعنی فقط مثلا توی بین مثلا چه میدونم دو تا ده سالگی نیست میتونه توی 15 سالگی هم اتفاق بیفته و اینو بعدا خودش توی مثلا سالهای بعد نشون بده این در واقع اهمیت حالا ناخودآگاهه که مغز واسه اینکه اون عامل تهدید کننده رو از زندگی تو دور کنه که خطر کم بشه این رو میبره توی پس زمینه ذهن تو ولی خب یه جاهای خودش رو نشون میده که فروید نظر داره دو جا این رو خودش رو نشون میده یکی توی خواب و رویاه که حالا همون کتاب The Interpretation of Dreams رو نوشته یه جا دیگه یه مفهومی رو معرف میکنه به اسم معروف به فرویدین سلیپ که چیه میگه مثلا تو داری حرف میزنی ناخداگاه یه لغت دیگر رو استفاده میکنی مثال معروفش اینه که تو مثلا طرف تو میبینی ناخداگاه اسم اکس تو میاری هیچ وقت این کار نکنید آره این دیگه چیزه که کار اونجا نا. گیم میشید ولی با. فروید باور داره این فروید انسلیپ بهش میگن که زبون تو مثلا یه چیزی رو ناخداگاهی میگه مثلا. میگه توی ناخداگاه تو اون آدمه هست به هر دلیلی که تو داری اسم اون رو میاری یا یه مثال دیگه انگلیسی زده بود مثلا تو مثلا میخوای بنویسی چه میدونم دو مثلا آل دو مثلا فلان ولی مینویسی ثای که میشه رون, رون. این پس ذهن تو اون رونه آره تو مثلا یه چیز دیگر رو داری تصور میکنی حالا ایمان هفته پیش که من صحبت میکردم میگفت اه... یادتو تو یه چیز رو میبینیم یه سری فکر را میاد توی ذهن ما بله اونا میتونه فرویدن سلیپ باشه که توی ناخداگاه تو اوناست تو اصلا یه چیزی بینی ناخداگاه برای من اون... فرویدین اوورفلو دیگه آره دیگه اسلیپ <applause> <applause> <مستده> <applause> دیدی مثلا میگن ذهنش خرابه نمیدونم ذهن آره. <مم> کسی پیدا اینا اونه توی ناخداگاهشونه و هر چیزی که میبینه رو ناخداگاه ممکنه رپ بده به اون مسائل و خود آگاه نیستیم پس دو تا چیز رو میگه یکی خوابه به خواب رو باید توجه کنیم یکی اینکه از زبونمون پرید دلیل داره آره اینا میگه دلیل داره این حالا اون کلیاتی او بود که از حالا فروید خیلی دیتیل داره قرار نیست دیتیلش صحبت کنیم که اون مفهوم کوه یخ و اینکه تمام حالا با هی ای اینو بگو بخیلن. هی این کوه یخ رو بگو چیکار کرده حالا اون خرابش کرد که من نمیتونم <تصفح> خراب نشده معادل فارسی من اطلاع رسانی که آره اون خداگاهی که ما داریم خیلی بخش کوچیکی از ذهن ما اکثرش توی ناخداگاه انجام میشه بعد الان یه گریزی میخوایم به کجا بزنیم به دین بودایی دو. بودایزم یه یه مفهوم خیلی قشنگی دارن که من اخیرا بهش برخوردم خیلی نظرم جلب کرد دوست دارم بگم که این مفهوم در رابطه با احساساته چی میگه؟ میگه که اشتیاق زیاد داشتن به هر چیزی نارضایتی و رنج میاره یعنی چی؟ یعنی میگه که اگه شما الان در لحظه حال یه حس بدی داری اگه تمام تلاش تو بذاری روی اینکه این حس بد از بین بره این به تو نارضایتی میده این رنج میده اگه در لحظه حال خوشحالی و دوست داری این حس خوب رو بیشترش کنی این هم به تو حس رنج میده نارضایتی میده مثال دیگه زده میشه اینه که همین حالا مسئله پول و این داستان هاست میگه تو مثلا انقدر پول داری میخوای انقدر داشته باشی به اون که میرسی اون خوش دیگه خوشحالت نمیکنه <تصفح> میخوای یه چیز دیگه, دیگه, دیگه داشته باشی میگه این اشتیاق این کریو کردن خب این ویار کردن آره این حس نارضایتی و رنج رو به تو میده بعد چی میگه میگه که اینا توی آین بودا میگن که چی کار میشه کرد که این رنج رو از خودمون دور کنیم اینه که در لحظه آگاه باشی چه حسی داری ولی نخوای تغییرش بدی خب اگه تو الان خشم داری اگه ناراحتی اگه یه عالم حس بد داری نخوای که اون حس رو از خودت دور کنی تایید کنی که من الان این حس رو دارم حالا به این دلیل قبولش کنی یا اگه حس خوشحالی داری مثلا داری یه بازی میکنی خیلی خوش میگذره یا یک کار دیگه میکنی خیلی خوش میزد تمام ذهنتی نباشه که من چی کار کنم لذت رو بیشتر کنم تایید کنی که من الان این حجم از لذت رو, لذت رو دارم اینو نارضایتی رو از تو دور میکنه الان داری کار میکنی انقدر پول داری تمام فکر و ذکرت این نباشه که این پول رو دو برابر کنی که وقتی دو برابر شد دوباره بخوای دوباره کنی آره اون لحظه من این رو دارم و حالا حس خوب بعد هرچی هست اون رو تایید کنی و این دیگه به جایی میرسی که از هیچ چیزی سافر نمیکنی رنج نمیبری. این حالا آینه بودا اینا میگه و تهش کجاست مدینه فاضله یه حالتی بهش میگن نیروانا خب یه استیتیه که فقط خودشون رسیدن خود همون آدمی که اسم گروه هم بود نیروانا آره صحرا هم هست و اینا یه استیتیه که هیچ کدوم از احساسات شما در واقع اون حالت رنج رو نارضایتی رو برای شما ایجاد نمیکنه تو در لحظه نی... همش خوشحالی نه خوشحالی نیست یعنی همش ناراحت نیستی رنج نمیبری غمگین ممکنه باشی عصبانی ممکنه باشی ام. ولی همونه همون احساس رو میبینی و بهش آگاهی این جالبه اینو امتحانش کنید چند بار اگه یادتون موند که حالا هر حس بد یا خوبی که دارید به بعدش فکر نکنید اگه بده نگید بره اگه خوبه نخواهید خوبه زیاد شه همون رو در همون لحظه تصدیقش کنید ببینید چه تاثیری روتون میذاره من تجربه شخصیم راجع به این که میگی الان منم من برات تجربه خب من همیشه ایدا که میشد این یه ذره بگی از دماغ آره. ایدا که میشد همیشه خیلی خوشحال بودم دو روز اولش ولی چون تو ذهن این بود که کاش این 15 روز 13 15 روز ادامه دارتر باشه کاش همه این دور همی یا این خوشی یا اینا ادامه پیدا بکنه و همش همین باشه و اینا اون ده روز بعدش خیلی سخت به میگذشت همش از هم اینو گرفته بودم که وای الان تمام میشه وای تمام میشه نمیتونیم اه... ببریم من مشکلم با این کسایی من. که توی کنسرت فقط فیلم میگیرن یا مثلا چیزهای مختلف که طرف بچهش داره اون بالای کاری انجام میده خودش نمیبینه فقط داره فیلم میگیره که بعدا بتونه اینو ببینه و الان ببین هیچ انجام شده بود کسایی که فیلم میبینن خیلی کمتر یادشون میمونه تا کسایی که نمی میگیرن اصلا آیپد هم دارن, دارن رفته بودیم کنسرت قابم داره قرمز کنسرت شجریان و خانم لایو گذاشته بود یه نفر تو لایو بود گفتم خب به این فیس تایم این تازه چیز داره میافتم از زیرش این کاور روشن هم میاد یعنی دو برابرش رو میگیره اون صحنه جلوی تو خب همین دیگه به ناخداگاه و فروید و دوران بچگی و نیروانا و خیلی چیزه خیلی این بچگی آدم خیلی پیچیده است یعنی اتفاقایی که سر آدم میاد و عواقبی که بعدا میتونه برای آدم داشته باشه هنوز دارن روش تحقیق انجام میدن و هنوز میبینن که مثلا اتفاقای ناگوار میتونه تو چندین سال تو چندین شکل مختلف خودشو نشون بده و میتونه زندگی رو خراب بکنه چی بعدیه بدنمون همینه مثل ماشین نیست که مثلا یه دستگاه دیاگ بهش بزنی اینا رو بگه بسن یه کارون حتما باید پاش درد میگرفت تا بره همچین دکتری و پیدا چون خیلی میگشتی دنبال یعنی جوابش بودی که بعد بشینی فکر کنی به اون داستان برسی مثلا هم جواب نیست ولی میتونه یه بخشی از جواب آره باشه یه... ولی خیلی جالبه حالا از هفته پیش اون رفتم وقتی که یه فکر تصادفی میاد تو ذهن به این فکر میکنم والله مثلا این از کجا اومد نمیدونم شما این کارو کردی یادم دنبالش هیچ جوابی هم نیستی که یه هو مثلا به ذهنت میرسه اون آبی آسمان رو میبینی مثلا یاد چی میفتی ولی بله خب خیلی جالبه دیگه اینا همش توی ناخودگاه و اون تعداد وحشتناک نورونی که توی مغزمون داریم که همشون هم بهشون آگاه نیستیم یه سری پردازش اونجا انجام میشه و یه فکری در دسترس شما قرار میگیره ولی به صورت کلی حالا روانشناسا و آدمایی مثل فروید باور دارن که ما بیشتر ناخودآگاهیم تا خداگاه و اون ناخودآگاه خیلی مهمه و حالا اگه دردی رنجی هست میتونه از تبدیل شدن اون ناخودآگاه به خداگاه در مسیر درمانش طی بشه بریم سر جالبا حله بگو ببینم چی داری برامون البته این اپیزود خودش به تنهایی خیلی جالب بود یه الفاظی استفاده شد که هیچ وقت استفاده نشده بود یه سانسورایی نشد که همیشه میشد و این ببینید وقتی کسایی که میپرسن چرا خودتون رو سانسور میکنین اینه دلیلش امروز شما دیدید به صورت کامل یه یه سری کامنت بخونم با, با, با اون شروع رو. کنیم رو اینستاگرام که همه تبریک تولد خود رو گفته بودن خیلی بب. لطف داشتن و مسیج های خوبی دادن به ما یه چیزی ها. از همه تشکر میکنیم رو جوانی بود هر هفته بگیم خب این از خودکست بود توییتر رو نتونستم پرمی پیدا کنم ولی اونم جالب شده به اینکه که فکر میکنم شنوانده هایی که خودکست رو گوش میدنم اومدن پروفایل های شخصی ما رو فالو کردن چیز جالبیه ما هم باید بیشتر اکتیو باشیم فکر ایمان, ایمان که من خیلی خیلی آمده. آمده. هر شب یه توییت میزنم خب در مورد اپیزود این اپیزود چی بود؟ آه. اپیزود قبل هفته پیش ایمان سندروم چیز رفته بودی استوکوم رفته بودی نوشتن که عالی بود این اپیزود واقعا تو اطرافیانمون چقدر مج... مورد مشابه این موضوع رو میبینیم و تلاش میکنیم کمکشون کنیم و همینطور که گفتین واقعا بی است چون خودشون باید بخوان امیدم گفته که هر 236 اپیزود رو... توی یک سال و نیمه پیش گوش کردم این اپیزود یعنی همون اپیزود ایمان باشه فیوریتشون بوده شرط نکنه در مورد جمله های فرهاد هم گفتن که جمله های فرهاد مثل فیلم های اسقر فرهادی نتیجه یه جوری به شنونده واگذار میکنه نه دیگه فکر کنم این دفعه دیگه نتیجهش دیگه کاملا مشخص چیزی که گفت فرق عادت کرده خیلی حرف پایینی زدی شما یه دقیقه صحبت که یه کامنت دیگه هم اومده بود که در مورد صدا بود باز گفته بودن مشخصا گفته بودن بعد آپدیت جدید این دستگاه صدا بد شده حالا اگر باز هم بده به نظرم اگه کامنت بدین و مشخص کنین کدوم اپیزوده اینو آره ما به ایمان میگیم میگه من صحبت کردم تو, تو, ماشین دارید گوش میدین اگه حالا شرایط چون ما خیلی تست های مختلف کردیم خود ایمان خیلی تست کرده و اوکی بود فقط میکروفون من و منو فرهاد اینجوری میشه تو ایمان اون قاطی و اصلیه رو نداره آره هر سری هم همین با اینکه از این که اصلا سیمش خراب بود میکروفون ها رو قاطی از... پاتی هم میکنیم و ایمان رسید اومدن دلیل بیارم منطق یه مشکلی که وجود داره احساس میکنم من و فرزاد خیلی مونوتون تر صحبت میکنیم تا تو فرهاد تو صدات خیلی بالا پایین میشه نسبت به جمله ای که میگی برای همین میگم این تنظیمات جدید این دستگاه است که من اینو باید هنوز واقعا بهش آگاه نیستم باید سعی کنم یاد بگیرم ولی دلیل اصلیش اینه تو الان مثلا من امروز داشتم دقت میکردم تو موقعی که صدات میرفت بالاتر این قطع میکنه صدای تو رو ولی توی پست پروداکشن من همینا رو درست میکنم اینا مشکلاتی نیست که باشه بشه من از چند نفرم که گفته بودن این مشکل وجود داره باشون صحبت کردم به صورت مستقیم گفتن که اپیزودهای قبلی رو دارن میشنون این فرزاد اینو منم خونده بودم آره رو روی یوتیوب گفتن مشخصا بعد, بعد اپدیت. این دستگاه حالا آخه اپدیت ام... این دستگاه ام... تو سیزن جدید بوده شاید واقعا نه این این نیست. آها اوکی بله خب نه تو سیزن جدید این اتفاق برام افتاد قبلا اینجوری نبود صدای منو فرهاد میره میاد اوکی توی اتفاقات جالب خوندم خبر کروناییه که سواحل آنتالیا به خاطر کرونا که حالا تعطیل شده بوده و حالا نمیدونم تعطیل هست آره لاک پشت خیلی زیاد شده و دلیلش همینه اینه که لاک پشت الان میتونن راحت سر صبر تخم بذارن و بچه ها در بیان و بعدا برن تو دریا قبلا هول هول این کار میکردن من کل ایران میرفتم آنتالیا دیگه اونجا نمیذاشتن لاک پشت ما برای ماه اصل ما رفتیم آنتالیا یه شما بعد تا رسیدیم خب من همیشه دنبال اینم حیون اون منطقه رو پیدا کنم ببینم چی و اینا این تور لیدر ما آره گفتش که اینجا لب ساحلش رو به طولوه دم طول صبح که برید از این لایک پشت های کوچیک انا دست رو کامپیوتر فرض از این لایک پشت کوچیک میبینید و من منم ذوق و اصلا خوشحال و اینا هر روز صبح حتی قبل تر از طلوع میرفتم وای میسادم میگشتم اینا حالا هر روز نه یه سه چهار روزش بعد نبودن اینا انقدر تو ذوقم خورد اینا بعد پیگیر شدم و شاکی و اینا گفتن مثل اینکه به همین دلیل هتل ما مثل اینکه یه جایی بود که خیلی شلوغ بود ولی قسمت های خلوتتر اون ساحل اگه یه من میرفتم اون طرفتر میتونستم دو سه تا از اینا رو ببینم ببینی بروب. یا بگیری جفتشتی ببینم بگیرم از نزدیک لمس کنم دوباره رهاش کنم تو آب از بهش لایک خب خبر بعد در مورد آقای روس هست که آقای روس یه، 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 یک آقای روس یه شخص یه روسی ایش هست روس. آه ایشون رکورد بنچ پرس زدن حالا تو ف... سینه. پرس سینه زیر آب و زدن با هفتاد و تا رپ زیر آب و در, در واقع باربلی هم که داشتن نفس چجوری میکشیده؟ نمیدونم دیگه این 110 پوند آره 50 کیلو. کیلو آره تو آب بعد از میشه ولی این نفس کشیدن که سخته این با ماسک و اینا بوده یعنی ماسک اکسیژن داشته فقط پرسینه میزه زیر آب آره نه دیگه فقط مردم سر خوش این سخته که تو بمونی زیر آب ماسک اکسیژن نداره همین آره خوش سر نقطه شون اعتبار بدون ماسک آره. ما ماسک میشه تا صبح 76 تو دریاچه هم بوده خیلی وحشی حالا روسو گفتیم وسط روسیه واکسن کرونا رو داد بیرون هیچ کس صدا نکرد ککشم کشم نگزید اعتماد آه نداره آه. به روسیه بکنم به خودشون دارن میزنن بعیده رو تو آور کرد <تصح> <تصح> اینقدر هیچکی به اینا اعتماد نداره مثلا <تصح> همه ماها الان منتظریم خبر واکسن بیاد دیگه اینا دادم داستان کسی نه آخه اعتمادم یعنی مارکت هم تکون نخورده یعنی اگه این اتفاق میفتاد باید همه چی جا به جا میشود کدوم شرکت داده آره. دو تا شرکت ما داریم توی بورس دنبال میکنیم که اینا ممکنه واکسن رو بدن ولی اون اصلا معلوم نیست کی داده فقط صبح پوتین گفتش که من به دخترم هم زدم, زدم. صبح همین قبل کار یه ما دادیم بچه تو دوپینگ و خوش یه جفت کفش دیده بودید 615 میلیون دلار روی ارزه چقدر 615 میلیون دلار بله این کفش سیندرلا مایکل جردن که توی بازی توی یکی از بازی‌ها گیم 6 احتمالاً 1985 پوشیده بوده و سیگنیچر خودش هم روش بوده حالا رفته روی آکشن آخرین بازی 1985 احتمالاً آخرین بازی که کرده است همونه. آره بعد حالا یه چیز جالب در مورد این بوده حالا انگار تو همون بازی یا بازی قبل مثلا یه دانکی زده مایکل و اون شیشه اون بسکه شکسته و ده. توی این کفش هنوز خورده شیشه های اون هست و شاید هم این دلیلش باشه که 615 میلیون دلار کسی هم خریده آره تو اکشن فروش یعنی آکش. بیشتر از نیم بیلیون دلار خودشون خریدن فکر کنم احتمالاً <laughs> درنگی بیشتر از نیم بیلیون دلار ولی خب این سرمایه گذاری دیگه پس فردا میره بالا بعید بدونم دیگه قیمتی کفش اینا رو چند ما برد کفش نادر ایمان ما بذاریم آکشه بذارید واقعا اینو بالای در دلار رو همی دارم بفیشید الان یه خبر دیگه هم کنم این هفته نه جگلوت فقط تو بود این اپیزود این اپیزود رو صد در صد قطع میکنیم خب ببخشید خواهش میکنم درست خب در مورد یه بهش بده دو تلا فروش اسرائیلی که به یه مشتری آمریکاییشون یه اردری داده واسه کرونا ماسکی ماسکی بزنن درست کنن با طلا و مشتری آمریکایی اوردر بله که ایشون بزنه و نزدیک 1.5 یه میلیون و نیم دلار هزینه این ماسک دیگه خودتون حسابشو بکنید و مثل ماسک های N95 هم فیلتر داره فیلترش هم تلا نه دیگه شاید امیدوارم واکسن زودتر از این واسه بیاد بیرون که <تصفح> آب نه نه ولی خب میگه که اتفاقی که می میفته میره آب میکنه دیگه احتمالاً تلا یه مقداری از یه میلیون دلار خیلی پوله بزنی بری والمارت <تصفح> <تصفح> شهرمن مثلا باش یه تو طلاق ما میگیم این این اپیزود تمومش کنیم هر چه سریعتر. نظرتون یه ساعت خودشه. یک ساعته. البته یک کمی کمتر بخواد چرا؟ اولش اولش رو دوباره گرفتیم واسه میکروفون آقا. ها آره. خیلی خوب ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و میتونید ما رو به صورت تصویری از یوتیوب تماشا بکنید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید که برمیگردیم خدافز خدافز خدافز. خدا